شما که بله، من فکر کردم که در این یک شنبه بعد از ظهر، وقتی که این ویدیو بسیار منو متاثر کرد در حقیقت، و فکر کردم که آقا باید پاسخ داد، تنها اون نوار اون جوان کمکم نمیکنه، فکر کردم برم سراغ شخصیتی که در حقیقت تاریخ رو بلده و میداند در مملکت ما، یا اصولا اهل تاریخه. او کسی نیست جز آقای دکتر ضیاء صدر اشراف. از بدید که همراه بشیم با آقای صدر اشراف و بپرسیم ازش که این ماجرای ولید چیست، چه واقعا این آخوند چرا این دروغا رو ردیف کرد. از طرف خودم شما خوبان علاقمندان سلام میکنم با آقای دکتر ضیاء صدر اشراف. آقا سلام بر شما. سلام عرض میکنم آقای بهبهانی گرامی، و امیدوارم که شنوندگان عزیز، راجع به این ویدئویی که پخش شد و راجع به ولید ابن عبدالملک، این آخوندها اینجوری به قول معروف سخنرانی، یکی دوتا هم نیست، شما اگر تو سایت ها برید زیادن. من صحبت علمی اینه که آخوند از بین تمام خلفای اسلام، مسلمین، عرب، بنی امیه، بنی عباس، چرا بند کردن به ولید ابن عبدالملک؟ اینا علل اصول بایستی برن به سراغ مثلا یزید ابن معاویه، یا همونجوری که شیعه رو عرض میکنم، یا عمر خلیفه دوم که ایران فتح شده. چرا بند کردن این چیزای قبیح رو به، که واقعا فرهنگ آخوندیه، به ولی نسبت میدم؟ من دو نقطه خیلی کوچک ولید رو معرفی بکنم، بعد علت این مسئله و این دروغهایی رو که گفته بگم. ببینید، ولید ابن عبدالملک در 86 هجری خلیفه شده، 10 سال خلافتش طول کشیده، یعنی 96 هجری وفات کرد. و ولید ابن عبدالملک، برای اینکه بدونیم کیه، دومین امپراتوری بزرگ طول تاریخ سنتی بشری رو به وجود آورد، یعنی بعد از امپراتوری مغول و بعد از ولید هم هرگز اسلام به حد ولید ابن عبدالملک نرسید. از جنوب فرانسه، یعنی شمال آفریقا فتح شد، اسپانیا هم فتح شد به وسیله طارق، و اومد تا جنوب فرانسه تا نیس، از این ورم رفتن ترکستان رو فتح کردن تا کاشخرچی، یعنی نزدیک 5000 کیلومتر طولش بود. این امپراتوری بزرگ، آدمی به عظمت ولید لازمه که اونو ایجاد بود. فرق، یه بار بین کلام اومد گفتم، فرق اون و آقای خاتمی رو بدونیم و درد آخوند رو بشناسیم که چرا ولید رو مخاطب قرار میده، بقیه رو ول کرده. ولید ابن عبدالملک داشت، خاتمی گفتش که من وقتی که رئیس جمهوری که بود، گفت دیگه زیاد نمیتونم قرآن بخونم اون حدی که قبلا میخوندم، داشت تظاهر آخوندی میکرد، دروغو. ولید برگ میگرده قرآن میخوند، میان بهش میگن که عبدالملک ابن مروان پدرت مرد، تو خلیفه شد. بر میگرده میگه، به قرآن خطاب میکنه، میگه هازا فراقم بینی و بینه، اینجا محل جدایی من و توه. معنی این جمله چیه؟ معنی این جمله آخوند خیلی خوب میفهمه، یعنی چیزی توش توی تو وجود نداره که من بخوام امپراتوری درست کنم، بیکار نیستم. دقیقا معنی این واژه همینه، تا حال بیکار بودم، تو رو میخوندم، الان دیگه بیکار نیستم، میخوام اون امپراتوری رو درست کنم. پس آقای خاتمی و ولید ابن ملک همین نوع طرز تفکره. برای اینکه بدونیم چجور آدمیه، ولید اولین موزه رو در اسلام درست، کره بکلمیوس رو از مصر به دمشق آوردن، اصحاب رو نمیدونم، کمید عبدالبکر و عمر و عثمان رو آورد، به امام محمد باقر هم نوشت
شمشیر علی ابن ابی طالب رو بفرست. اونم فرستاد، ولی نوشت که میگن این اون نیست. گفت اگه تو بگی اونه، اگه نگی نیست. کسی اونو ندیده، نه من دیدم نه تو. همونه که الان در موزه توپکاپی استانبول وجود داره که بعد عثمانی ها صاحبش شدن در واقع. یعنی کسی که به فکر ایجاد موزه افتاد. همین مسجد الاقصا که در اورشلیم وجود داره، اونو ولید ابن عبدالملک ساخته. و نمونه دیگری از تسامحی که برای آخوند غیر قابل تحمله، برمک، جد بزرگ برامکه، برمکیان که بعدا فرزندانشون مسلمون شدن و هارون به وزارت رسیدن و بعد کشته شد. برمک که رئیس معبد نوبهار بلخه بودایی، قبلا هم یه عده در ایران زرتشتی میخواستن قلمداد کنن، اون همون بودایی هم بعد الان دیگه فهمیدن و اون دروغشون رو شد و دیگه پس گرفت. به هر حال اونو صداش میکنه و میگه که من برای اداره این امپراتوری بزرگ دنبال آدمهای عاقل میگم. ببینید از 2000 کیلومتر از بلخ به دمشق احضارش کرد. میگه که ولو به ظاهر من نمیتونم به عنوان خلیفه مسلمین یک بودایی رو نخست وزیر کنم، مسلمان بشو نخست وزیرت میکنم، نیاز دارم به آدم هایی مثل تو. میگه یا امیرالمومنین من نمیخوام مسلمان بشم، نمیده مثل آقای خمینی به سلابه بکشم، برش میگردونه با همون احترام به. خب اینم تأثیر میذاره، این منش برای مسلمان شدن نسلهای بعدی اونها، توجه میفرمایید؟ آخوند اینم نمیتونه بفهمه، برنید مثل دیکسیونرش این لغت ها وجود نداره مثل ولید ابن المعروف. در این حال ولید عین ناپلئون که برای عوام که اونم در اون دوره این لازمه، بین تمام خلفای راشدین از عثمان ممنون بود. اون وارد سیاست مدار میگفت دستش، ضمن این که به قرآن خطاب میکنه میگه هازا فراغم بینی و بینک، میگه ممنون عثمان هستم که قرآن رو جمع کرد و من این خلافت رو نداشتم، به عنوان یه سیاست مدار. و بعد برای اینکه بدونیم این چجور انسان شناسیه، این گشون رو که سام میبینه، یکی از سردارانش میبینه یکی از این برده های مزدوران نظامی رو برده میگفتن، اینا فروخته میشدن، خریده میشدن برای جنگیدن، پهلوان بودن و چیز. طارق یکی از اوناست که الان اسمش در تاریخ، اسم صاحبش در تاریخ، جز مورخین کسی نمیدونه. ولید این رو که میشه مثلا گوهرشناس بوده، اینو میخره، آزادش میکنه، فرماندهی حمله به اسپانیا رو میده با 4000 نفر. و اون طارق هم که دیگه خب کسی که اینو آزاد کرده و فرماندهش کرده، دیگه معلومه چی کار میکنه براش. از اونجا هم که میگذره از جبل با کشتی ها رو میسوزونه. میگه یکی از نطقهای بسیار زیبای تاریخ فصیح عرب رو کرده، میگه امیرالمومنین ولید ابن عبدالملک شما جوانان عزب را انتخاب کرده است که این بهشت را به شما بسپارد با حوریهاش، و اگر برگردید جهنم خدا و این دریا پشت و شمشیر آخته دشمن. و راه بازگشت رو اینا اسپانیا رو فتح میکنه. یه چنین شخصیتی اصلا به آخوند نمیاد، یعنی در حد قضاوت آخوند نیست ولید ابن عبدالملک. ولید ابن عبدالملک یکی از بزرگان تاریخ، مثل کوروش کبیر، اینا جهانگشایان بزرگ، مثل اسکندر، مثل ولید ابن عبدالملک، من به عنوان یه ایرانی مخالفم، مثل چنگیز، مثل امیر تیمور، اینا انسان‌های بزرگی هستند که مسیر تاریخ بشری رو عوض کردن. چگونه میشه مقایسه کرد ولید ابن عبدالملک را با آدمی که تمام بیلانش منفیه؟ و
ولی ابن عبدالملک اگر نیومده بود عصر شکوفایی اسلام شروع نمیشد. یعنی اون وقتی تثبیت کرد رفاه به وجود اومد، پشت سر رفاه هم فرهنگ اسلامی زاییده شد. این یعنی من بیش از همه مدیون ولید ابن عبد به عنوان کسی که به تاریخ با بی‌غرضی نگاه میکنم، سعی میکنم بی‌غرضی نگاه کنم. بنابراین خواستم عرض کرده باشم که اینا از کجاشون میسوزه این چیزا رو که نسبت میدن که واقعا در خور فقط شأن آخونده. و به هر فکر میکنم که همینقدر کافیه و جزء انسانهای بسیار بزرگ بدون تردید تاریخ اندیشه نظامی بشره، نابغه نظامی است. طبعا مثل هر جهانگشایی هیچ به قول ناپلئون جنگ با دستکش نمیشه. آقای ولید ابن عبدالملک خون زیاد ریخته شده برای ولید ابن عبدالملک بشه، مثل بقیه فاتحی بدون استثنا. هیچ فاتحی هیچ جهانگشایی با دستکش جنگ نمیکنه که سفید بمونه به قول ناپلئون. ولیدم اسپانیا رو فتح کرده، شمال آفریقا رو فتح کرده، آسیای مرکزی رو تا ترکستان چین فتح کرده. طبعا اونجا خونهایی ریخته شده و هیچ تردید نداره کسی از این جنگ دفاع نمیکنه. ولی تاریخ به عنوان این که تاریخ سازان جهانگشایان بود، بخواهیم نخواهیم، خوشمون بیاد نه، و یکی از بزرگترینش در دنیای اسلام که دیگر هیچ کس به حدش نمیرسه ولید ابن عبدالملک. بعد از ولید که سلیمان ابن عبدالملک اومد، جنوب فرانسه از دست رفت، یعنی دیگه به اندلس محدود شد، آلپ این دیگه نگذاشتن. بنابراین حد آخوند در همون قطره دریاست، اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست. من در مقایسه تاریخی ولید ابن عبدالملک رو و من تمدن اسلامی رو، ضمن این که با تمام نفرتی که از خمینی و خمینیست دارم و تلویزیون شما شاهدشه، تمدن اسلامی یکی از پنج تمدن تاریخ تا کی؟ تا امام محمد غزالی آخوند باشی، سر آخوندها ظهور کنه، احیاء علوم الدین بنویسه و خیام هم که معاصرش بوده آخرین تلیعه فلسفه اسلامه. و من به این خاطر در هر سخنرانی یه رباعی خیام رو شرح میدم، برای اینکه جهل ستیزه، آخوند ستیزه. اما تمدن اسلام جزء پنج تمدن بزرگ دنیاست که فیلسوف بیرون داد. ششمی رو من نمیشناسم، کسی اگه میشناسه بگه. چینه، هنده، یونانه، اسلامه و اروپای بعد از رنسانس. ابن سینا، الکندی، نمیدونم فارابی، ابن رشد، فرض بفرمایید که اون سهروردی مقتول، منظورم اون عارفش رو منظورم نیست، و غیره و غیره، رجب علی تبریزی، میزداماد، و تا برسه به آخرینش ملا سعدی. به هر حال اینها کسانی هستند که اون در اوایل اندیشه مستقل از دین، یعنی اشاعره که ظهور کردن، در واقع اینها عقل مقید به دین میخواستن که خمینیه. فلاسفه عقل آزاد دارن. ابن سینا میاد جرأت میکنه، میاد میگه که بعد از معاد، برای معاد جسمانی نمیشه دلیل عقلی ارائه کرد. قوی تر از اون و بزرگترین فیلسوف تاریخ دنیای اسلام و اولین فیلسوف دنیای اسلام که یک عرب، الکندی، اسحاق کندی، اون میگه توحید و نبوت و معاد مقوله های غیر عقلی هست. نه خدا را میشه ثابت کرد و رد کرد، نه پیغمبری قابل اثبات از نظر عقلی، نه معاد. ابن سینا جرأت نکرد اون دوتا رو مطرح بکنه.
من ثبت قدمه امتنع عدمه، فرمول الکندیه، اصل بقای ماده و انرژی ما. هرچی که قدیم بودنش ثابت بشه، ابدی بودنش ثابت شده، ازلی بودنش ثابت بشه، ابدی بودنش ثابت شد. و اونجا الکندی آشکارا 5 تا جوهر رو مطرح میکنه. حرکت، دنیای اسلام نتونست اینو تحمل کنه. ماده بالقوه هیولا، ماده بالفعل زمان و مکان. هنوز هم من در اعجابم در نبوغ این مرد بزرگ. به هر حال اونه که تمدن اسلام اون وقتی که آخوند ظهور کرد به افول کشید تا امروز سقوط میکنه. بایستی آخوند رو فرستاد به حجره خودش که طویله خودش ببخشید. منظورم همه آخوندا نیست، اونهایی هستن که پیروان خمینی. خیلی تشکر میکنم. آقا سپاسگزارم از این اطلاعات که در اختیار ما گوشتی. ممنونم، شاد و سلامت باشید. در انتظار برنامه شما هستیم در روز پنجشنبه. ممنون آقای دکتر. سپاسگزارم. ممنون. امیدوارم که این بحث کمک کنه به ما برای اینکه بدانیم که کجای این دایره قرار گرفتیم، مشکل اصلی ما چیه، چرا اینجوریه. گفتم که در یه چنبره ضد اطلاعات قرار داریم، مرتب بمباران میشویم به وسیله ضد اطلاعات و اونا ما رو هدایت میکنن. یکی از موضوعات مثلا همین بحث این که آقا انقلاب چیز بعدی بود، شما دیوونه بودن، روشنفکرها احمق بودن، رفتن انقلاب کردن، اینا رو میکوبه که خودشو در حقیقت نجات بده و ما هم به دنبال او حرکت میکنیم، مرتب اینو تبلیغ میکنه، مرتب بر این تبلیغ میکوبن و ما زیر این داستان در حقیقت کمرمون داره میشکنه. اجازه بده که بریم سراغ دوست نازنین دیگری، آقای دکتر مسعود نقره‌کار در اورلاندوی فلوریدا. او می نویسد که جاهل‌ها و لات‌ها، روحانیون و سلاطین. می نویسد تعریف: جاهل و لات از آن دست واژگان پرمترادفی است که حوصله کاربرانش برای تفکیک و تفریق تا آنجا سر برده که به قول خود جاهل‌ها و لات‌ها به اجبار کیلویی از آنها استفاده می‌کنه. ای داده بیداد. دوستان من بذارید این مطلب تموم شه بعد زنگ بزنید. لطفا کافیست به فرهنگ‌های مختلف فارسی مراجعه شود تا با انبوهی از معانی و تعاریف قدیم و جدید که به این افراد و گروه اجتماعی خاص نسبت داده می شود مواجه شود. لش، اجامر، لوتی، ارازل، اوباش. بذار اینو ببندم بشستم، ببخشید. ارازل، اوباش، گردن کلوف، داش، بزن بهادر، خلافکار، لومپن، باجگیر، نسخگیر، عربدکش، زورگیر، چاقوکش، قدار بند، تیزیکش، تیخکش، ششبرکش، قمکش، چماغدار و غیره نمونن. آنچه مراد سخن من است واژگان و پدیده جاهل و لات است و ما بقیه تعریف ها حق مطلب ادا نکرده و تجربه شده ها با این دست تعاریف لغتنامه ای خانایی ندارند و منطبق با واقعیت نیستند. از میان جاهل و لات نیز واژه و پدیده جاهل برای رساندن حق مطلب رساتر و واقعیتر از لات است. در اکثر فرهنگ های فارسی معنا و تعریف لات از واژه انگلیسی destitute برگرفته شده که در بیشترین موارد فقیر و بی سرپناه معنا و تعریف شده است. در فرهنگ‌های لغات فارسی لات را بی سر و پا، فقیر، رز، ولگرد، بی ادب، شخص نتراشیده و جاهل را فردی نادان، بی خبر، بی عقل یا کم تعقل و غیره تعریف کردند. در حالی که افراد و گروه اجتماعی مورد نظر
فاقد برخی از ویژگی های شخصیتی، رفتاری، نیازمندی نمیدونم. مشکلی ما داریم در تصویر و صدامون، نمیدونم، اگر که فکر نمی کنم که مشکلی وجود داشته باشه. به در حالی که افراد گروه اجتماعی مورد نظر فاقد برخی از ویژگی های شخصیتی، رفتاری و نیازمندی های زندگی روزمره برشمرده شده هستند و برعکس ویژگی های متفاوت و گوناگون بسیار دارند. نسل های جاهل ها و لات های پیش از انقلاب بهمن در وجه غالب بی سواد یا کم سواد، ماجراجو، جاه طلب، ناتوان در کنترل عصبانیت خیش، خشن، نتر، زود باور، سخاوتمند، فداکار با تمایل های مذهبی بودند که از طریق واسطه گری، دلالی و مشاغلی مشابه اکثرشان زندگی خوب یا متوسطی داشتند. نمی توان به سهولت آنان را در زمره سپاه بیکاران جامعه و قربانیان نظام سیاسی و اقتصادی جامعه یا قربانیان بی‌عدالتی های اجتماعی و اقتصادی دانست. بخش بزرگی از نسل امروز جاهل ها و لات ها اکثرا باسواد و اسلامیزه شده با شکل و شمایل و رفتاری متفاوت اما سازمان یافته در مشاغل مختلف حکومتی و بازار و بیزنس مشغول به کارند بیان که با ویژگی های جاهلی و لاتی فاصله گرفته باشند. تاریخ سیاسی ما و جاهل ها و لات ها. تلاشی برای یافتن رابطه و پیوندی میان رمزها و شخصیت‌ها و رفتارهای اسطوره‌ای، حماسی، پهلوانی و عیاری و استحاله‌ای این مجموعه به پدیده جاهل مسلکی و لاتبازی توسط برخی از پژوهشگران و صاحب نظران تاریخ و فرهنگمان صورت گرفته است. تاریخ‌های متعدد و مختلفی برای سرمنزل و آغازین این استحاله و شروع حیات سیاسی و مذهبی پدیده‌ای به نام جاهل‌ها و لات‌ها مطرح شدند. غالباً دوران صفویه را دوره استحاله شخصیت‌ها و رفتارهای حماسی و پهلوانی و عیاری به شکل و شمایل و رفتار امروزین جاهل‌ها و لات‌ها دانسته یا پنداشتند. دوره‌ای که به نظر می‌رسد بران بوده تا حتی به قداست اسطوره و توان رمزگشایی و فرجام شناسیش درباره آفرینش هر چیز پایان دهد. دوران صفویه. اگر دوران صفویه آغاز دوران استحاله و شکل‌گیری نسلی از جاهل‌ها و لات‌ها پنداشته شوند، می توان نشان داد که سازمان یافته ترین جاهل ها و لات ها در آن دوران در خدمت حکومت و روحانیون قرار گرفتند. جاهل ها و لات ها از همان تاریخ تا به امروز نه فقط به عنوان یک پدیده انسانی اجتماعی به پدیده سیاسی و مذهبی بدل شدند. گروه های از قزلباش و فدایان قدارکش حکومت و تولاییان و تبرائیان نشانه ها از روش ها و منش هایی داشتند که بعدها جاهل ها و لات ها در آن مسیر طی تاریخ کردند. نمونه از عربده کشی های قدار بندان و تبرزیندارانی که به دستور شاه اسماعیل در میان مردم روب و حراس می پراکندند. او فرمان داد گروهی از متعصبین شیعه که نام تبرائیان را بر خود نهاده بودند در کوچه ها و بازارها را بیفتند و با صدای بلند سه خلیفه اول مسلمانان را لعنت کنند. حتی اگر سراغ کتاب بحث‌انگیزی همچون رستم التواریخ که از ناسواب کارایی در دوران شاه سلطان حسین سخن میگوید که هر کدامشان به مانند رستم پهلوان و رزمجو بودن نرویم، بسیارانند آثار معتبر تاریخی که تا حدودی تایید کننده شکل‌گیری گروه اجتماعی مشابه جاهل‌ها و لات‌ها در آن دوران. آقا جان مادرتون ولم کنی، من چی گرفتارم از دست شما. دوران قاجاری. جاهل‌ها و لات‌ها یا به تعابیری لوتی‌ها و اوباش و چاوکشان و غمکشان و لوتوت و لوشوش و عجامل نقش سیاسی و مذهبی مهمی در این دوره به ویژه در جریان جنبش مشروطه بازی کردند. تاریخ قاجاریه تاریخ حضور لوتی‌های سیاسی است
که له علیه حکومت و روحانیت و مشروطیت به میدان سیاست آمده بودن. حتی برخی از قهرمانان و یلان مشروطه در زمره لوتیان بودند. در همین دوران فتوای شیخ محمد اهل نجف سبب‌ساز بسیج لوتی‌ها و جال‌ها و لات‌های چال میدانی برای جنگ با روسیه شد. بسیج جال‌ها و لات‌های مشروع‌خواه به زعامت سنی حضرت که از جال‌ها و لات‌های خیابان سیروس بود و با نوچه‌هایش با چاوو و غمه و قرابه‌های عرق در توپخانه انتظار مسله کردن مشروط خواهان میکشید، نمونه دیگری از نقش و نشانی جالها و لاتای این دوره در سیاست است. تنها در تهران نبود که جاهلها و لاتا نقش بازی میکردن. برای نمونه در اصفهان وقتی رابطه شیخ شفتی با حاج میرزای آقاسی صدر اعظم محمد شاه به سردی گرایید، لوتیان و بزن بهادرهای اصفهان با حمایت شفتی شهر شهر را به آشوب کشیده و مغازه ها و خانه ها را غارت کرد. محمد شاه به منوچهرخان معتمد الدوله مأموریت داد تا بلوای اصفهان را سرکوب و قدرت شفتی را محدود کند. منوچهرخان به سال 1255 هجری قمری مطابق با 1840 میلادی به اصفهان لشکر کشید و 150 لوتی را اعدام کرد و برخی را به تبعید فرستاد. تعدادی از لوتیان را نیز که در قوم مشخص شده بودند به مجرد خروج از تحصن به قتل رساند. احمد کسروی نقل می‌کند که در تهران لوتوت و لشوش و عجامه روز 23 آذر 1286 دست به کار شدند. از صبح زود دسته‌ای از اوباش محله سنگلج به سردستگی مقتدر نظام و گروهی از اوباش چال میدان به سرکردگی سنی حضرت هر کدام از محله خود به طرف مجلس حرکت کردند. جلوی مجلس فریاد و عربده خود را بلند کردند و به مجلس و مشروطه ناسزا گفتند. در میدان توپخانه شترداران و زنبورکچیان و فراشان و غلامان کشیک خانه و سربازان فوج امیر بهادر جمع شده بودند و چادرهای دولتی را می افراشتند و آشپزخانه بزرگی برپا می کرد. در نتیجه هیاهو بازارها و دکانها بسته شد و دشمنان مشروطه از هر طرف رو به میدان توپخانه گذاشتند و به اینها پیوستند. عده‌ای از آخوندها و طلبه ها نیز وارد میدان شدند. روزخانها بالای منبر رفتند و علیه مشروطیت و مجلس سخن راندند و جمعیت را به تکرار شعار واداشتند. اوباشان به خانه شیخ فضل‌الله نوری و حاج میرزا ابوطالب یزدی و سایر ملایان مخالف مشروطه رفتند، آنها را به میدان توپخانه آوردند. روز 25 آذر در میدان توپخانه یک نفر کشته شد. روزنامه حب المتین می نویسد که اوباشان چون پول زنجیر ساعت طلای او را دیدن ابتدا چند تیر به او زدن. بعد پسر سید نقیب جلو آمد و گفت مسلمانان شاهد باشید و روز قیامت پیش جدم شهادت بدهید که من در راه دین اول کسی هستم که چشم مشروط طلبان را بیرون آوردم. و بعد با کار چشم آن جوان را کند. سپس او را شقه کردند و به درخت آویختند. استرداران و شترداران نتراشیده دژآگا و اوباشان سنگلج و چال میدان و غیره که به مجلس و مجلسیان حمله می کردن و یا کلاه نمدی های محلات و اشرار که در میدان توپخانه شعار می دادن و عده ای از مردم را مورد ضرب و شتم قرار دادند و کشتند. عده ای از اوباشان در مقام عربده و حرکات وحشیانه برآمدند و علی آقای صرافت و اسماعیل خیاط را بی موجبی مجروح ساخت و عنایت الله مظلوم را مقتول و آویزه درخت کردند. اوباشان که گریزان و نهان می نمودند شبها بیرون آمده و هر که را می یافتند می زدند و لخت می کردند. و چون پشتشان به شاه و پیرامونیان او گرمی بود و مجلل السلطان پیش خدمت شاه نگهداری و پشتیبانی از آنان را دریغ نمی گفت، بیباکانه به هر سیاهکاری بر می خواستند. و در شب چهارشنبه 17 دی ماه 3 ذی‌حجه 8 تن از آنان به خانه
فریدون زرتشتی که یکی از بازرگانان می بود رفته و آن بیچاره را بیدار گردانیده، نخواست 560 تومان پولش را گرفته، سپس در برابر چشم زنش با غمه او را کشتن. پیدا می بود که کشندگان همان اوباش می باشند. از آن سو شیخ محمود به ورامین رفته در آنجا آسوده می زیست. و دوران پهلوی. گروه اجتماعی جاهل‌ها لات‌ها با دگرگونی‌های اجتماعی اقتصادی در دوران پهلوی دستخوش تغییر شد. رضا شاه ضمن بهره برداری از جاهل‌ها و لات‌ها برای رسیدن به حکومت به اهمیت حفظ امنیت در جامعه نیز واقف بود. جدی گرفتن امر امنیت اجتماعی همراه با نیاز حکومت به جاهل‌ها و لات‌ها به ویژه در رقابت با روحانیون، جاهل‌ها و لات‌ها را در موقعیت جدیدی قرار داد. در دوره محمد رضا شاه واسطه‌گری و دلالی، کنترل و سازماندهی مراکز فروش مایحتاج مردم به ویژه مواد خوراکی، کافه و کاباره و سینماداری و به پای این مراکز و مشاغل مشابه زورخانه‌داری و دستلاف‌های دیگر موقعیت اجتماعی و وضعیت مالی این گروه را تغییر داد. یکی از بهترین خانه‌های خیابان پاک یا همون لرزاده متعلق به طیب بود و شیک‌ترین ماشین زیر پایش و یا باقر فروتن چند گاراژ و بنگاه اتوبوس مسافربری بین تهران و شهرستان‌ها داشت یا حداقل شریک بود. اتو فروتن و اتو خراسان. باقر فروتن صاحب چند باب حمام در میدان خراسان نیز بود و شعبان جعفری نیز با راه اندازی بساط زورخانه و زوندانش و نیز درآمدهای جانبی زندگی مرفهی دست و پا کرد. جاهل‌ها و لات‌ها به دلایل گوناگون که از میان آنها میتوان به تمایل مذهبی و زندگی در جنوب شهر تهران اشاره داشت، به روحانیت و گروه‌ها و دستجات مذهبی نزدیک بودند. اما همین نزدیکی هم به نوعی و بسیارانی از آنها با شاه و دربارش داشتند. رژیم پهلوی روی جذب لات‌ها و جاهل‌ها با برنامه کار میکرد، تا آنجایی که حتی آدمی در حد سپهبد تیمور بختیار را مسئول ارتباط با لات‌ها و واسطه آشتی دادن جاهل‌ها و لات‌ها کرده بود. در دوران پهلوی جاهل‌ها و لات‌ها بارها بین دو قدرت سلطنت و روحانیت دست به دست شدند تا پس از بهره برداری روز قربانی شدنشان فرا رسد. شعبان جعفری یا همون شعبان بیمغ، آقا کمال، حسین اسماعیلی پور یعنی همون حسین رمزون یخی، باقر فروتن یا باقر کچل، برادران حاج عباسی یا همون هفت کچلون، ناصر حسن خانی، ناصر جیگرکی، محمود مسگر، طیب آجنزایی و ده ها جاهل و لات دیگر ابتدا به سلطنت روی آوردن و خدمه کودتای 28 مرداد شده، اما برخی مثل طیب آجنزایی و غیره از دربار فاصله گرفتند و به روحانیان مخالف دربار پیوستند. طیب آجرزایی در آغاز حامی شاه بود و این حمایت تا هنگام تولد فرزند شاه آشکارا ادامه یافت. جشن و چراغانی که او به هنگام تولد رضای پهلوی در میدان مولوی و خیابون باغ فردوس و اطراف زایشگاه فرح یعنی محل تولد رضای پهلوی را انداخت و نیز سپاسگزاری شهردار تهران و دربار از او جزء افتخارات و سرافرازی های طیب بود. طیب اما در بلوای خرداد 42 از آیت الله خمینی حمایت کرد و به همین خاطر او و یکی از همکارانش به فرمان محمد رضا شاه اعدام شدند. شاه با زدن ناجوانمردانه گندلاتی به مانند طیب بران شد تا از جاهل‌ها و لات‌های مخالفش زهره چش بگیرد. در این دوران هم دربار و هم روحانیون برای ایجاد ارعاب و وحشت و سرکوب مخالفان سیاسی، مذهبی و حتی شخصی خود از جاهل‌ها و لات‌ها بهره برداری می‌کردند. حمله به تجمع‌های سیاسی و صنفی، ضرب و شتم فعالین و هواداران این جریان‌ها، تخریب اموال آنان بخشی از خواستای شاه و شیخ از جاهل‌ها و لات‌ها بود. برای نمونه شعبان جعفری که ادعا کرد از زمانی جز فدایان اسلام، هوادار کاشانی و مصدق هم بوده، در دست به دست شدنهایش سرانجام تاج بخش اعلیحضرت همایونی شد. او در مواردی برخی از شیرینکاریهایش را چنین میگوید: من فرمونده بودم، خودم فقط دنبال روزنامه مردم بودم. اینا گفتن روزنامه مردم تو امیریه است، گفتم بریم اونجا، گفتن خسته شدیم، گفتم بیاین خیابون امیریه، اونجا
یه چیزی یه چیز میز است. بیاین. یادمه یکی اونجا پرسید آقای جعفری یه دونه سماور اینجاست، اینو چیکارش کنیم؟ گفتم بیارش پایین. گفت آخه بزرگه نمیشه آوردش پایین. وقت پنجره رو شیکوندن و سماور رو از پنجره انداختن پایین. یه سماور بزرگ بود. خلاصه چیزاشون ریخت به هم و ریختن، چیزاشون رو ریختن و به هم زدن دیگه. من میگفتم اونام میریختن پایین، تمام از اون بالا ریختن پایین، دولابچه مولابچه پرونده مرونده و بساطشون و اینا همه رو هرچی بود ریختن تو خیابون. گفتم بسه. گفتم نه، پاشنه اون دکونو باید در بیاریم. روز نهم اسفند ما اول صبح رفتیم خونه کاشانی، درست یادمه اون حاجی محسن محرر بود، امیر موبور بود، احمد عشقی بود و حاج حسین عالم بود و یه عده دیگه. آیت الله کاشانی گفت برین شاه داره از مملکت میره بیرون، برین نذارین شاه بره. گفت اگه شاه بره عمامه ما رفته. دکتر فاطمی رو دولت محاکمه کرد و کشتش. اون وقت که عبد خدایی جز فدایان اسلام بود، منم جز فدایان اسلام بودم، عبد خدایی فاطمی رو با تیر زد ولی نمرد. اون عبد خدایی که الان وکیل مجلس ایناست، فاطمی رو دم شهربانی زدمش، چاقو نزدم، بی خود میگن چاقو زده. جاهل ها و لات های متدین در دوران پهلوی طیفی از جاهل ها و لات های اسلامی نیز حضور فعال داشتند که بعدها پایه‌گذاران حکومت اسلامی شدند. متدین های دارای رگ لاتی که با اتکا به امکانات مالی و شبکه‌هایشان سازمان دهنده جاهل ها و لات ها و گردن کلفت ها و عربده‌کش ها به عنوان بخشی از بازوی مسلح اسلام شدند. این بخش از جاهل ها و لات ها در مقابل مخالف یا حریف خود قسی القلب ترین ها بودند. پیش از انقلاب اکثر جاهل ها و لات ها اسلامی گردانندگان هیئت های مختلف عزاداری و راه اندازان دسته های سینه زنی و تکایا بودند. هیئت ابوالفضلی های باغ فردوس و هیئت بنی فاطمه یکی دو نمونه. یکی از مطرح ترین شیخ های این متدین ها لات شیخ جعفر شجونی و از جاهل ها و لات هاشان حاج مهدی عراقی از بنیانگذاران فدایان اسلام و هیئت های مؤتلفه اسلامی و کسانی امثال محسن رفیق دوست بودند. مهدی عراقی در کتاب خاطراتش به عنوان ناگفته ها گفتنی ها را با افتخار میگوید. نواب صفوی به این فکر میفتد که یه محولی، یه سازمانی، یه گروه، یه جمعیتی رو برای مبارزه به وجود آورد. این فکر به نظرش میاد که از وجود افرادی استفاده کنند که تا الان مخل آسایش محلات بودند، مثل اوباشا، گردن کلفتا، لاتا، به حساب آنها که عربده‌کش‌های محلات بودند. حاجی عراقی ماجرای حمله به روزنامه ساعد را که کاریکاتور نواب صفوی را چاپ کرده بود چنین شرح میده. رفیق اون گفت بریم سر پاشنار، من یه مش از این لات و لوتا رو جمع کنم. رفتیم زورخونه و دیدیم یه مش جالای کوتاه و بلند، خلاصه یا علی یا علی، دارن ورزش میکنن. گفتم بیای بریم. راه افتادن اومدن اول خیابون فردوسی. گفتیم حمله به چاپخانه. همه چاپخانه ها رو این بچه ها پذیرایی کردن. جعبه‌ای که توش حروف بود از طبقه دوم همش میومد تو حیاط. دو سه تا از این بچه ها با چوب افتادن به جان ماشین، میخواستن با چوب ماشین رو بشکنن. گفتم بابا این که با این شکسته نمیشه. یه دست زدیم، خلاصش این دیز از زیر ماشین اومد بیرون و حروف ها ریخ زمین. رفتیم تو قسمت حروفچینی، دیدیم کلیشه ها اون وسط هست. چاقو رو بچه ها در آوردن، کلیشه ها رو تیکه تیکه کردن و حروف رو هم همه رو به هم زدن. حاج آقا عراقی درباره طیب و ناصر جیگرکی و رمزون یخی و غیره و نقشان ها در آشوب خرداد 42 میگوید منزل آقای خمینی بودیم. اونجا اسم طیب خان وسط اومد. آقا در اومد گفت که اینها علاقمند به اسلام هستن، نوکر امام حسین هستن. خلاصه رفتیم خونه طیب خان. طیب 100 تومن داد به پسرش اسقر، داد و گفت میدوی عکس آقای خمینی رو میخری و میبری تو تکیه. ناصر جیگرکی از گردن کلفتای باغ فردوس تو چارهای مولوی بود. هنوز ما از ساعت حرکت ما قدری مانده بود که خبر آوردن این فرد با تعدادی نزدیک به 200 الی 300 تن از الواتای آنجا به قول خودش از این تیکشا دارن میان. موزن رفیق دوزگی دیگر از لاتهای متدینی نیز در خاطرات خود درباره به قتل رساندن یکی از چماقداران حکومت پهلوی و معروف به عضویت در ساواک می نویسد
از فیضی به طرف حرم رفتیم. دیدم یه روحانی پیرمردی که آنچنان دلا بود که کاملا مثل این که کسی رکوع برود، یک چوب به عنوان عصا دستش بود. این داشت از توی حرم میومد بیرون. یکی از این چماق به دستان جوان خیلی گردن کلفتی هم از طرف در فیضی به طرف حرم میرفت. همچنین که این دم در میخواست بیاد بیرون از توی حرم، این با اون چماق زد رو پشت این پیرمرد روحانی که شاید بالای 90 سال داشت و خیلی هم نحیف و ریز بود. این افتاد رو زمین و عمامش پرت شد. سیدم بود. این رفت دو تا لگدم زد تو عمامه و این بنده خدا هم خیلی بیحال افتاد. شاید چند سال بعدش غروبی داشتم میرفتم توی خیابون صاحب جمع. هوا تازه تاریک شد. دیدم این سواکی داره از بالا میاد طرف پایین. دنبال او رفتیم، خونش رو توی اون خیابون که معروف بود به چارا سوسکی یاد گرفتیم. رفته بودم مشهد خدمت حضرت آیت الله عظمای میلانی. داستان را به صورت کلی برای ایشان گفتم که همچین شخصی اینجوری کرده و اگر که مثلا این دست حاکم اسلام بیفتد با این چه کار میکنه. ایشان فهمودن اینجور اشخاص محدور الدم هستن، اینها ظلمه هستن، اینها عمله ظلم هستن. بعد از چند وقت موضوع را به صورت بازتری خدمت مرحوم آیت الله مطهری عرض کردم و بعد به طریق دیگری این جریان را خدمت حضرت آیت الله مهدوی کنی. از حرفای هر ستا اینا دریافتم که این آدم کشتنیست. توی جلسه این موضوع را به مرحوم اندرزگو گفتم. اندرزگو و همه اینا کشتنی هست. البته من چند شبی کشیک برو کشیدم با یک چماق حسابی و چون کمتر شبی بود که این مس نباشد. بالاخره او از ماشین پیاده شد، میخواست بره خونش، من مخفی شدم، با چماق زدم تو سر این. او افتاد و یه 7-8 تا چماق دیگرم زدم تو سر کله اینو، هلش دادم و افتاد توی جوب آب و رفتم. فردا اون رو شایع شد که یه جنازه توی میدون شوش توی آبا پیدا شده و اون شاءاللهی و انشالله که خدا این رو قبول کنه. در مقطع انقلاب نیز رژیم سلطنتی و روحانیون تلاش کردند لات‌های بیشتری را جذب کنند. درباره جذب شاهرخ زرقام و دیگر جاهل‌ها و لات‌های مشابهش نوشتند ناصر کاسبشقابی، اسقر ننه‌لیلا، حسین وحدت، حبیب دولابی، همه این افراد به جرم همکاری با ساواک و کشتار مردم بعد از انقلاب اعدام شدند و چند تای دیگه از گندلات‌های شرق و جنوب شرق تهران دعوت شده بودند. شاهرخ هم بود. هر کدام از اینها با چند تا از نوچه‌هاشون اومده بودند. من هم همراه شاهرخ بودم. جلسه که شروع شد نماینده ساواک تهران گفت چند روزی است که در تهران شاهد اعتصاب و تظاهرات هستیم. خواهش ما از شما و آدماتون اینه که ما رو کمک کنید. توی تظاهرات ها شما جلوی مردم رو بگیرید. ما هم از شما همه گونه حمایت میکنیم. پول به اندازه کافی در اختیار شما قایم گذاشت. جوایز خوبی هم از طرف اعلیحضرت به شما تقدیم خواهد شد. جلسه که تموم شد همه از تعداد نوچه ها و آدم هاشون میگفتن و پول میگرفتن. اما شاهرخ گفت باید فکر کنم، بعدا خبر میدم. بعد هم به من گفت الان اوائل محرم، مردم عزادار امام حسین هستن، من بعد از عاشورا خبر میدم. و این مجموعه مطلعی بود که ادامه دار خواهد بود از آقای دکتر مسعود نقره‌کار. امیدوارم که مورد پسند شما واقع شده باشد. اجازه بده که این برنامه رو اینجا به پایان ببریم و دوستانی که تمایل دارن میخوان که تماس بگیرن از این لحظه بعد ما در خدمت شما هستیم. میتونید زنگ بزنید، هر سوالی، مطلبی، هر چی هست بگید، دیگران هم بشنون. ولی موقعی که داریم مطلب میخونیم و چون این مطالب رو در حقیقت من از پیش آماده نکردم و نمیدونم که ماجراش چیه، اینه که وقتی شما زنگ میزنید یه جوری ما که از پیشم نخوندیم همینجوری غلط که میخونیم، شما هم که زنگ میزنید حواس بنده رو بسیار پریشان احوال میکنید. امیدوارم که این بی‌ادبی رو بر من ببخشید. در خدمت شما هستم، اگر که سوالی مطلبی هست بفرمایید، با همدیگه گوش میدیم. تلفن در اختیار شما، زنگ بزنید مطلب خودتون رو بیان کنید.
به، با سپاس از شما. بفهمید آقای شهرام. با درود سعید گرامی، این دو سه روز که نبودید من هم مثل خیلی ها نگران شدم، بودم چه اتفاقی افتاده. به هر حال من تو همین گیردار یه پیام کوتاهی گذاشتم، از این چون من واقعا توی این کار با اینترنت زیرو. اگه من میتونستم که مثلا با روشی کارهایی که جالب هستن به هر دلیلی اونها رو ارسال کنم، با تمام میل این کار میکردم، ولی روی چیزتون پیامگیرتون گذاشتم که یک خواننده به اسم خانم یسنا، چون اگه توی یوتیوب سرچ کنید کارهای بسیار زیبایی دارن، صدای بسیار درخشان دارن و خودتون را رجوع کنید میبینید و میتونید بنا به شرایط برنامه‌تون اونها رو گاهی پخش کنید. ولی من روی فیسبوک هم گذاشتم اینا. ولی یه نکته خیلی عجیب غریبی که من پیدا کردم درست در راستای همین صحبت‌هایی که دکتر نقره‌کار از این داستان لومپنیزم و اینها نوشته بودن، من توی یوتیوب یک فایلی برخورد کردم که خانومی به اسم ارکیده دماوندی این رو گذاشته بودن. دقیقا هم اینجوری نوشته شده که فایل صوتی کشف شده از جلسه خصوصی مداحان اهل بیت. درسته. و شما واقعا نگاه کنید، یعنی اگر کسی تحسسی داشته باشه بتونه اینا رو به دفتر رهبری بفرسته، بگه بابا دوره براتون نگاه کن ببین، چون ببینید الان مده ها از رئیس جمهور هم مهمتر هست. بله دوره مده یکیش اینو حجهت اون حجهت داده دیگه به. که همه میشناسن احمد نژاد از اون میترسه و به معاون احمد نژاد در این مشاهی گفته بود که این مثلا تشبیهش کرده بود به آلت، به عورت اینا. ولی این فایل صوتی در واقع اینا همه مداحان توی جلسه بودن به خصوصی و این آقای حاج حدادیان بالای منبر بود و این ظاهرا این صدا رو از اونجا در بردن و شما باورتون نمیشه واقعا آقای بهبهانی، حتی اگر یه جمعی چهار نفره، من حتی اینو تو فیسبوک هم ترسیدم بذارم چون گفتم خلق الله برمیگرم فوش ناموسی به ما میدن، برای اینکه اینقدر این زننده شنی و حرفهای رو اینا به کار میگیرن، صحبت ها و شوخی های با هم میکنن و قضای معظمزادی اردبیلی رو ترکیب میکنه با صدای حایده و این خودشه، برای اینکه اولا تصاویرشون هست در ضمن از صدا میشه فهمید با اون سوز و گدازی که میخونه. بله درسته. و من صدای ایشون رو کاملا میشناسم. بله نتیجه شد. ولی شما فقط اینو برو ببین، ببین اینها چی چیزهایی میگن، اصلا باور نکردنیه، باور نکردنیه. یعنی فوشهایی که اینا میدن، طرف روی منبر نشسته و من نمیدونم واقعا اینها این چه تشکیلاتیه، این چه اسلامیه، اینها چجوری این کارها رو تو مملکت میکنن، بعد اون وقت میرن میشینن جلوی آقای خامنه ای و صحبت زینب و اینا رو میکنن و گریه میکنن، در صورتی که باور کنید
حرفایی میزنن که اگر یه جمع 3-4 نفره نشسته باشن تو خونه و یه قانون اونجا باشه امکان نداره بتونن اینو بذارن گوش کنن. درسته. من ببینید چیا میگن اینا. اینا دارن حکومت. از حسین بگی، از یزید بگی، از و چه حرفا و چه اینو مردم واقعا باید بشناسن بشنون و اگر کسی میتونه توان بچه های اتوبان توانایشو دارن اینو یه جوری وارد کنن به دم و دستگاه برسونه به دست این آدم های که دوربر این آقا هستن به اینا رو نه میدون بشناسن اینا کی هن چی هن اون وقت مردم بدبخت بیچاره ما امثال مثلا آقا مادر من که مرده امثال زنهای سنتی باورمند و با اعتقاد که به هر حال دردی دارن و باوری دارن بر اساس اون باور میرن میشینن پای صحبت های اینا منبر های اینا و ببینید اینا صد رحمت به اون حسین فرزین، صد رحمت به اون قمه کشا، اون چه میدونم لات های چه میدونم حتی بچه باز اونایی که لواتون کردن شرف دارن به اینا. من واقعا در موندم چجوری و جالب اینجاست که این دو ماه اومده روی صفحه و من گوش کردم رفتم یکی رو پیدا کردم دیدم ورداشتن روی اون صدای حبیب رو گذاشتن یعنی اونو پاک کردن ولی این خانوم هوشمندانه اینو دوباره جای دیگه گذاشته. برای پیدا کردنش هم اینه که به فارسی باید بنویسید فایل صوتی کش شده از جلسه خصوصی مدعیان اهل بیت و انگلیسیش هم در واقع هستش اون چی که اینجا نوشته شده مدعیان یعنی انگلیسی در واقع فارسی انگلیسی مدعیان را بشناسی فایل صوتی بر درست اینا ها بله هست درسته اینا وجود دارن بله ما اینا رو قبلا دیدیم پخش کردیم اصلا خیلی وحشتناکه بله درسته و این واقعا باید اصلا من نمیدونم از اول اونایی که یه جورایی باورمندن یه اعتقادی دارن اینا رو بشنون تا ببینن با کی طرفن مثلا وقتی به دیگه اینا هیچ ربطی این جماعت اصلا به اسلام هم ندارن نه حالا بپذیریم بابا تو عربستان سعودی یارو باور داره با باورش داره زندگی میکنه واقعا سر زور مغازهشو باز میذاره میره نماز به اعتقاد داره به قول یکی از این بچه ها حرف جالبی میزد میگم هرچی تا به حال فیلم بعد فیلمایی که علیه حضرت محمد ساخته شده که بلا فاصله شورش شده ریختن تو خیابون زدن گرفتن نمیدونم سفیر کشتن فلان کردن تنها کشوری که هیچ وقت در برابر این مسائل عکس‌العملی نشون نداده افراطی به این گونه عربستان سعودیه جایی که محمد اونجا پدیدار شد و خانه کعبه اونجاست و فلان این حرفا. بسیار خوب ممنونم ازت شرم جان اجازه بده که تمومش کنیم بعد توضیح بدم ممنونم ازت سپاسگزارم توضیح میدم جریان کلام قربان دارم مرسی متشکرم عرضم به حضور شما که آقای خامنه‌ای خودش اینا رو میشناسه خودش هم اهل همه حرفا ها یعنی شما اصلا نمیتونی پیدا کنی که اینا اهل این حرفا نباشن خود همشون اهل این حرفا هستن این حرفا رو باور دارن این حرفا رو جزء بخشی از زندگیشونه این در درجه اول نسبت به اون داستان نسبت به موضوع دوم اولا که شما ببین که تمام این حرکت ها رو سنی ها انجام میدن اعتراض ها سنی ها هستن که انجام میدن شیعیان ایرانی علی خصوص که ایرانی ها هستن اهل این حرفا نیستن نبودن و تا حالا که نبودن اینطوری حتی راجب سلمان رشدی که این اتفاق افتاد اینا اول سنی ها در پاکستان در بتفورد و در اون نقاط
یورکشایر انگلستان اول تظاهرات کردن، بعد دامنه تظاهرات به پاکستان رسید، بعد در شور و هوش قطعنامه و جام زهر خوردن آقای خمینی بود. آقای خمینی برای اینکه داستان رو حل و فصل بکنه بر اون موج سوار شد و اون داستان رو مطرح کرد و آقا بگیریم و جایزه میدیم و همه اون مزخرفاتی که شاهدش بودیم، بنابراین ربطی به اون نداره. در مورد عربستان، عربستان به خاطر اینکه نمیتواند اجازه چنین حرکاتی رو تو اونجا نمیتونه بده، برای اینکه اگه کوچکترین مفری رو باز بکنه بالاخره از اون مسئله‌ای که ببین تمام داستان از اون انقلاب ایران آغاز شد، نه اینکه بهار عربی و فلان اینا، اون نمیتونه همچین کارو کنه، ولی پول میده، امکانات در اختیار دیگران قرار میده، دیگران همین کارو براش انجام میدن، اونم ازش سوء استفاده شون کنه، اونم خودشو در حقیقت کلیددار کعبه میداند دیگه. ماجرای او، همه ماجراش در این کلیدداریشه، او کلیددار کعبه است، بنابراین از اون ماجرا او به شکلی سود میبره. در مورد خمینی و خامنه ای هم اینا خودشون از همین جنسن، همینا رو میخوان، بنا به تعریفی که دکتر نقره کار کرد و تعریف کرد که ماجرا چیست و چگونه است. بفهمید شما آقای بهبهانی؟ بفهمی؟ یوسف هستم از نروژ. یوسف عزیزم بفهمی آقای یوسف. الان این آقا راجع به این نوار صحبت کرده اینا، من یه موضوعی شما هفته پیش فکر کنم بود صحبتش بوده، اگه اجازه بدی میخوام از شما یه خود انتقاد کنم. خیلی خوشحال میشم. اونجا ناراحت نشی، یه سوالی داشتم. بفهمید. اون نواری که پخش شده بود تو اینترنت که توی آسانسوری از این حزب اللهیات، شما اونجا موضعتون کاملا متفاوت بود، من متوجه نشدم، چون قبل از اونم مثلا نوار آقای نوری‌زاده هم اومده بود اونجا، شما موضع دیگه گرفتین یا نوار همین یارو این مرده‌ها، ولی اونجا شدیدن موضعتون تغییر کرد، گفتین این مسئله خصوصیه، تعیین خصوصی افراده. دقیقاً اینا رو متوجه نشدم، توضیح میدم برای یه بار دیگه یوسف جان توضیح میدم. ممنونم از اینکه این مسئله رو مطرح کردید. ببین بابا، دو تا موضوع اینا تفاوت دارن با هم دیگه. یکی هست که در یه نقابی، در پشت یه نقابی میان، ولی این نقابه، تو باید نقابو برداری از صورتی رو نشونش بدی که آقا این نقاب زده، این نیست، همین حرفی که شهرام گلچین داره میزنه، یا آقا نقابو بردار از صورتی نشون بده. حتی میگه بریم با آقا خامنه‌ای، انگار که آقا خامنه‌ای نمیدونه. من میگم آقا خامنه‌ای خودش از همین جنسه، همینه، فرقی نمیکنه. بعد نقابو برداری نشون بدی، تصویر رو کاملا بذاری جلو مردم. این یه موضوع. یه موضوع اینه که مثلا یکی میگه که آقا من خبرنگارم، خب ما بهش میگیم که کار خبرنگار این هستش که خبر بیاورد، خبر شما نیاوردی، خبر یکی دیگه منتشر کردی. یکی دیگه میگه من خبرنگارم، میرم با این یارو میشینم معامله میکنم. این آقا معامله نمیکنه، خبرنگار کارش معامله کردن نی، الماس با هم دیگه رد و بدل نمیکنن. اون یه موضوع دیگه. یه موضوع دیگه اینه که دوتا آدم بزرگن، هر دینی که داشته باشن، هر مرامی که داشته باشن، هر فجیع‌تر از اون انسان رو زمین وجود نداشته باشه، قسی‌القلب‌تر، جنایتکارتر از اون رو زمین وجود نداشته باشه، اینا در خلوتی، در یه خلوت، در یه خلوتگاهی، در یه خلوتکده‌ای به نام آسانسور با همدیگه دو تا انسان بالغ معاشقه میکنن. آیا این مرده به اون زنه تجاوز میکنه؟ آیا اون زنه به مرده تجاوز میکنه؟ آیا این امر زوری بوده؟ نشون میده که نه، زنه میاد دست نوازی میشه، سعی میکنه صورت مرده رو پاک کنه، اگه آرایشی به صورت مرده جا مونده پاک بشه، آبرو نروه. این چیز خصوصیه، بحث تجاوزی در کار نیست، بحث زوری در کار نیست. دوتا آدم چیکار داریم که این آدم افسر گشتاپوه یا نمیدونم امیرالمومنینه؟ چه فرقی برای من میکنه؟ ماجرای زندگی خصوصی یا حریم خصوصی یاروه. بعد شما به من بگو که این فیلم رو تو تهیه کردی یا من تهیه کردم؟ نه آقا، دستگاه حراست تهیه کرده، دستگاه امنیت تهیه کرده، بی خودی هم این کاری کرد. برای چی رفتی اصلا باید یخه حراست رو بگیری؟ یا چیکار داری که تو این فیلم رو منتشر میکنی؟ برای مثال زدم، گفتم اول بار در ایران بعد از انقلاب آقای خمینی این کار رو در مورد آقای مهندس حسن نزی انجام داد. بیچاره مهندس حسن نزی پیر من، تازه اون یه زنی داشته که یه قدری مشکل داشته،
یعنی اگه شما واقعا این مرده تمام مدت در خدمت اون زنش بود، زن مشکلات داشته فیزیکی منتالی هرچی، یه جور بهش میگیم عقب ماندگی داره دیگه، دیسیبل بوده خانم، ولی این مرده در خدمت اون زنه بود. من تو نمی کنیم این کار، حسن نزید در مورد زنش انجام داد. بعد اون وقت خمینی اومد تو روزنامه هاش نوشت که ما از زیر تخت خواب این زن و شوهر آلت تناسلی پیدا کردیم. جامعه براش هورا کشید. چرا؟ که زیر بمباردمان تبلیغات دیگه، زیر بمباردمان تبلیغات همه خلافه. یه آدم هر چی بوده، اصلا پسر آقا خمینی رو این کشته، بریم دادگاه بیاریم ناعادلانه اینو تیربارانش کنیم، ولی شما حق نداری وارد حریم خصوصی مرده بشی، از زیر تخت خوابش بیبر من میگی یعنی پیدا کردن به دروغ یا به راست، اصلا که به طور قطع در مورد اون انسان دروغ بود. من و تو حاضر نیستیم با یه چنین زنی 6 ماه زندگی کنیم. اون مرد سالها همون یه زن رو داشت، در خدمت زنش بود، مهندس حسن نزی. جامعه بیمار آلوده است رفیق، آلوده است، جامعه بیمار آلوده است، خلش نده به سمت آلودگی. دوتا آدم با رضایت هم دارن با هم دیگه معاشقه میکنن. شما مخالف عشقی؟ اون که میگفت شاملو گفت در نهان خانه دهان از را میبوین که نگو شاید گفته باشی دوستت دارن، همون داستانه دیگه. در پستوی خانه جستجود میکنه که مبادا گفته باشی دوستت دارن، دهان از را میبوین. این همون ماجراست. ما نباید وارد این بازی ها بشیم، ما باید صاف جلوش وایسیم بگیم پدر سوخته خودتی. نه بابا اینجوری نیست. شما آدمر جنایتکار میبریم، اولا شما میگی این آقای فلانیه، ما کجا میدونیم آقای فلانیه؟ میگی تو اون فیسبوک نوشته. کی اینو منتشر کرده؟ من منتشر کردم، من فیلمو گرفتم، شما گرفتی. آقای فلانی کامران دانشجو بگه پدرشو در بیاری، تو کوچه من اینو ببینمش کتکش میزنم، اما نه به این جرم. من اگه این آدم ها رو هر کدوم اینا رو ویدیوهاش هم دارم رو یوتیوب هم گوشته، اینجا هم نمیترسم. حالا اون یارو بری برای خوش بشینه مزخرفات بگله، من گیرشون میارم باشون حرف ندارم. چه حرفی دارم با این یارو بزنم؟ کتکش میزنم. تو هم بگو اهل خشونتی، نمیدونم اهل فلانی، دموکرات. نه آقا، من همینه شما میگی نیستم، من سعید بهبانی هستم، من خودم هستم، اما نه به این جرمه. این جرمی نکرده که. چه جرمی کرده؟ دو تا آدم بالغ عاقل دارن با هم دیگه عشق میکنن. اون فرهنگ ماست که اگه دوتا پرنده دارن با هم عشق بازی میکنن با سنگ بزن وسطشون. دوتا سگ دارن تو خیابون، میگفت قفل کرده، با سنگ بزنیمشون. بدبختار. این همونه، استفاوتی نمیکنه. امیدوارم که روشن شده باشی. قرار نیست من شما رو قانع کنم، قراره که با هم دیگه حرف بزنیم، نظر همو بشنوی. فرهنگ های غلطه، این کارا غلطه، این کار زشته. و حریم خصوصیه دیگه، چرا وارد حریم خصوصیه یارو شدی؟ اونجایی که عمومیه نمیری سراغش یخشو بگیری، اینجایی که خصوصیه میخوای بری بزنیش. سید مشتاق سریع واکنش نشون داد به بحث امروز این ماجرای مجلس و اون
احمدی نژاد و اون یکی دیگه و لاریجانی و اوباش همین لاتایی که میگی، نه لاتن دکتراتن داشته باش که ما تازه نمیدونیم که اصلا دیپلم داره یا نداره، حالا چه رسه به دکترا. دانشجوی علم سند بوده، نمیدونیم درسش تموم کرد یا نکرد، ولی میدونم که دوستان منو از تحصیل محروم کرد، مسیر زندگی رو این و سروش و همه اینا توی یک قبیلن، همه اینا رو باید به محکمه کشید، مسیر زندگی آدم ها رو تغییر دادن، تاریخ مملکت ما رو دگرگون کردن. اون امروز نوشته، مشتاق واحدی نوشته احمدی نژاد مشتاق عزل است و رهبر خواستار لجنمال شدن. و احمدی نژاد که به خوبی به این نقطه ضعف رهبری پی برده بود، نهایت سوء استفاده را به عمل آورد. او گمان میکرد رهبر آنچنان دست بسته شده که در برابر هر تهاجم رئیس دولت چاره‌ای جز عقب نشینی و تمکین ندارد. بفهم قربان شما، مرحمت زیاد، در خدمت هم روز بشم. بفهم جانم آقای روزبه، بفهمی صدای شما رو میشنم. آقای دکتر جانم، آقای دکتر ودیعی، شما خیلی دیر اومدی روز بشم. اون ساعت 12:30 من ساعتی نه عزیز من، سر ساعتش انجام شده. ممنونم ازت. قربان دارم. خدا. سر ساعتش انجام شد. احمدی نژاد که به خوبی به این نقطه ضعف رهبری پی برده بود، نهایت سوء استفاده را به عمل آورد. او گمان میکرد رهبر آنچنان دست بسته شده که در برابر هر تهاجم رئیس دولت چاره‌ای جز عقب نشینی و تمکین ندارد. رهبرم تا مدتی گردنکشی های رئیس دولت رو تحمل کرد، اما کار به جای رسید که ادامه تحمل را موجب به خطر افتادن موقعیت خیش در داخل و خارج دید. خامنه ای ابتدا همت خیش را مصروف تخریب موقعیت احمدی نژاد در خارج از مرزها کرد. در نخستین گام او توافقات نوامبر 2009 احمدی نژاد با گروه 55 به اضافه یک را وتو نمود و سپس سخنگویان مکتوب و شفاهی خیش را مأمور کرد تا مذاکرات فرستاده احمدی نژاد با ویلیام برنل معاون وزیر خارجه آمریکا را تخریب نماید. در مراحل بعد مجوز لجنمال کردن احمدی نژاد صادر شد. این در حالی بود که تنها چند ماه قبل از آن حتی انتقاد اقتصادی از احمدی نژاد موجب محاکمه و محکومیت تعدادی از روزنامه‌نگاران شد. اما در فاز جدید علی مطهری اجازه یافت احمدی نژاد را فرزند لجوج خانواده بنامد. احمد توکلی گردنکشی ها و قانونگریزی های احمدی نژاد را در تریبون ها فریاد زد و در اوج این لجنمالی صادق لاریجانی ابتدا به رئیس دولت توصیه کرد تا از ادبیات فاخر و متین استفاده کند و سپس در وصف احمدی نژاد اصرار داشت شکایت شما حکایت سلطانی است که اموال و املاک مردم را غاصبانه تصرف کرده بود و به ملک خود منظم ساخته بود و به همه می گفت چرا رعایت ملک سلطان را نمی کنید. پس از آن روند برخورد قضایی با اطرافیان احمدی نژاد آغاز شد. اما در این سر ماجرا احمدی نژاد گویی اراده دیگر داشت و تلاش می کرد دستان خود را پر از مدارکی نشان دهد که در صورت افشا رهبر و عوامل او را ناچار به تمکین در برابر همه خواسته‌های دولت می کنند. اما آنچه که در جریان استیزای وزیر کار به وقوع پیوست نشان داد، مدارک احمدی نژاد چیزی نیست که به رسوایی های گسترده لاریجانی ها و سایر موزبگیران رهبر بیفزاید یا آنها را از رسوا شدن بیشتر بترساند. احمدی نژاد با اقدام اخیر خود ثابت کرد بیش از هر چیز مایل به عصبانی سازی رهبری و انبران اوست تا شاید از این راه مقدمه برکناری خیش در ماهای پایانی ریاست جمهوری را فراهم نمود. اما نژاد از یک سو بهتر از هر کس به فساد و ناکارآمدی دولت خیش واقف است و میداند پیامدهای مدیریت مشترک او و رهبر در 8 سال گذشته هر روز بیش از گذشته آشکار خواهد شد و بر رسوایی این دو شریک حکومتی می‌افزاید. از سوی دیگر او از بدنامی باند رهبر در داخل و خارج از کشور اطلاع دارد.
در همین اساس گمان میکرد تنها راه کاهش از بدنامی ها و یافتن روزنه‌ای برای نقش آفرینی در ایران بدون خامنه‌ای تحریک رهبر برای عزل خویش است. اقدام روز یکشنبه احمدی‌نژاد در همین راستا قابل ارزیابی است. به نظر می‌رسد هدف دیگر احمدی‌نژاد ایجاد بحران شدید در داخل کشور است، به طوری که رهبر نتواند به راحتی به پیشنهاد جو بایدن برای مذاکره مستقیم با آمریکا بیاندیشد و مقدمات پشت پرده آن را آماده سازد. البته در طرف دیگر ماجرا رهبر وجود دارد. او متقابلا نیازمند کسی است تا رسوایی‌ها و فسادهای موجود در کشور را به او نسبت دهد و این فرد کسی نیست جز احمدی نژاد. از سوی دیگر شدت کینه رهبر از کسانی که قبلا ناتمام ماندن دوره ریاست احمدی نژاد را پیش بینی کردند در حدی است که او حتی الامکان ترجیح می‌دهد ذلت تحقیرهای احمدی نژاد را به جان بخرد و انتقام از این مهره جسور خیش را به روزهای بعد از پایان ریاست جمهوری موکول نماید. گمان می‌کنم حرکت بعدی احمدی نژاد به گونه‌ای خواهد بود که رهبر را به تمکین در مقابل اصولگرایان کینه‌یافته از احمدی نژاد تشویق خواهد کرد و این شاید تنها نقطه‌ای است که تمایلات رهبر و احمدی نژاد بر هم منطبق می‌شود. رهبر اکنون به پایان دادن به جنجال‌های می‌اندیشد که تن او را می‌لرزاند و احمدی نژاد به خلاصی از رسوایی همکاری و همراهی با ولی فقیه. این هر دو آرزو تنها با عزل احمدی نژاد محقق خواهد شد. این همچنان این از روز اول اومده بود همینو میگو این دولتش به تأخر نمیرسه، این اینو عزم میکنه، دعواش میشه، فلان میشه. این در حقیقت جز کسانی بود مجتبی بادی که از اول به این داستان کوبید، در حالی که خیلی هم گفتن اینا با همدیگه سنجاقن، ولی هنوز معلوم نیست که بالاخره اینا سنجاقن، جدا میشن، دعوا میکنن، چه شرطی براشون ایجاد خواهد شد. اما اون چی که مسلم است این است که احمدی‌نژاد میداند، به درستی درک کرده که بعد از این دوران ریاست جمهوری از هر سپور شهرداری برای این شکایت خواهد آمد که در دوران شهرداری، در دوران اردبیل، در دوران فلانجا شما فلان کار کردی، ما تو شاکی هم بریم دادگاه. این تمام عمرش دیگه به دادگاه و دادگستری خواهد. بنابراین شرایط رو به سمت بحران حرکت خواهند داد. به نظر من یکی از تریکایی که این به کار خواهد بود اینه که یه ذره بحران رو در جامعه افزایش بده، ببینید که برای من نمیجوشه سر سگ توش بجوشه. اما از طرف دیگر در مورد انتخابات هم اونها هم نقشه خودشونو دارن و به نظر من بازی از اینجا به بعد لحظه به لحظه این داستان هیجان انگیزتر خواهد شد، ولی یه هیجانیش که او بر ما تحمیل میکنه، نه یه هیجان واقعی خود جوش طبیعی، بلکه یک بازی از پیش ساخته شده رو تحمیل میکنه به ما. باید بیدار بود، چشم و گوشمون باز بشه تا این مسائل رو با همدیگه دنبال بکنیم. بذاری که از این قسمت هم بگذاریم به امید فردای بهتر و روشنتر. ولی اون چی که مسلمه اینه که ما در هفته گذشته، یعنی در 3 ماه گذشته، با مشکلات عدیده مالی روبرو بودیم. مشکلات ما موقتی حل شده، دائمی حل نشده. بنابراین باز هم تا پایان ما ممکنه دوباره به خاطر بدحسابی و اینا دیگه اینا رو ما پرچم میذارن دیگه. هر لحظه ممکنه که اگه 4 روز دیر بدی دوباره قطع بشه. اینه که باید فکری کرد و آماده ایم بشنویم پیشنهادات شما نازنینان رو. تنها راهش اینه که شما عزیزانی که برنامه رو دنبال میکنید به حال حمایت کنید، هر چقدر که ناچیز باشه به علت حجم زیاد بیننده میتواند کمک باشد. ممنون و متشکرم. بریم بخش بعدی رو با همدیگه دنبال بکنیم. سپاسگزارم. مرسی.